سقط خبرها. تعدادی بیمار جدید در مراکز درمانی ما بستری شدند که نشان دهنده هشدار درباره احتمال موج دوم کرونا در ایران. آمار مبتلایان در تهران و بعضی از استان‌ها رو به افزایش است. آغاز رمضان در میانه بحران کرونا ویروس درهای مسجدالحرام را برای اولین بار طی 1400 سال بست. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. One minute. سخنان دونالد ترامپ درباره روش‌های از بین بردن ویروس کرونا خبرساز شد. متخصصان می‌گویند مطرح کردن تزریق مواد ضد عفونی کننده خطرناک و غیر مسئولانه است. و شیوه‌های مختلف برای درک فاصله ایمن در دوران کرونا. بالاخره 2 متر دقیقاً چقدر است؟ سلام بر شما. به این مجموعه خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم، معاون کل وزیر بهداشت ایران. از بالا رفتن تعداد موارد جدید ابتلا به کرونا در تهران خبر داده. پس از کاهش محدودیت‌های رفت آمد در 2 هفته گذشته، حالا بر اساس آمارهای رسمی تعداد مبتلایان در بعضی از استان‌ها دوباره در حال افزایش است. در حالی که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران گفته باید ملاحظات بهداشتی با قوت و جدیت همچنان ادامه داشته باشد، اما در آستانه ماه رمضان خبرهایی از احتمال بازگشایی سینماها منتشر شده. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. دیروز پارک‌های پایتخت ایران به روی شهروندان باز شد و امروز زمزمه بازگشایی سینماها به گوش می‌رسد. دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی ضوابطی را تهیه کرده که قرار است شنبه با نظر کارشناسان نهایی شود. مقرراتی برای شروع کار مجدد سینماها، فروش تنها 40% ظرفیت هر سالن، چیدمان تماشاچیان در سینما که باید به حالت ضربدری باشد تا رعایت فاصله گذاری ایمن هنگام ورود و خروج. خودش نشون میده. اما فرمانده ستاد مقابله با کرونا هر گونه بازگشت شتاب زده و حضور مردم در اجتماعات را موجب افزایش آمار مبتلایان اعلام کرده. مسئولان بهداشتی همچنان تاکید به در خانه ماندن دارند و نرفتن به سفرهای غیر ضروری. محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، میگوید چاره‌ای جز همزیستی با کرونا نداریم و ضروری است که کسب و کارها با رعایت مسائل بهداشتی بازگشایی شوند. پس از کاهش محدودیت‌های رفت آمد، کم کم مقامات خبر از سیر صعودی این بیماری در استان‌های مختلف می‌دهند. علی اکبری، نماینده شیراز، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته در 10 روز گذشته شیوع بیماری کرونا در استان فارس روندی صعودی داشته. او می‌گوید افزایش این روند از زمان رفع ممنوعیت رفت آمدها شروع شده و نگران شیوع موج دوم این بیماری است. او همچنین گفته کسانی که می توانند از شیوع موج دوم جلوگیری کنند خود مردم هستند. اما بسیارند کسانی که شغل ثابتی ندارند و روزمزدند. به گفته علی یار محمدی، نماینده زاهدان، مردم استان سیستان و بلوچستان حدود 74% زیر خط فقر هستند و حتی در اوج گرفتن کرونا هم نتوانستند دست از کار بکشند و حالا با صدور مجوز شروع به کار از سوی دولت آمار مبتلایان به ویروس کرونا صعودی شده. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، هم خبر از سیر صعودی مبتلایان داده و گفته در 2 هفته گذشته ابتلا به بیماری کرونا در اهواز شدت گرفته. نماینده دسفول هم از افزایش مبتلایان در این شهر خبر داده. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در 24 ساعت گذشته 1168 مورد جدید شناسایی شده و 93 نفر جان باختند. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به کرونا در ایران به 88194 نفر و فوت شدگان به 5574 نفر رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم از پیک دوم با شدت بیشتر خبر می‌دهد. او گفته روند عادی سازی باید پلکانی و آرام آرام باشد. اما به نظر می‌رسد سطح حضور مردم در شهر بر اساس روندی پلکانی نیست. آناهیتا شمس، بی بی سی.
دیرتر به گزارش‌های خبری مرتبط با کرونا در ایران باز خواهیم گشت، اما سوال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال موثر بودن تزریق مواد ضد عفونی برای درمان کرونا خشم برخی پزشکان را برانگیخته. این پزشکان هشدار دادند که این سخنان خطرناک است و می‌تواند پیامدهای مرگباری داشته باشد. در گوشه دیگری از دنیا، در کره جنوبی، برای اولین بار طی یک ماه کووید 19 تلفات جانی نداشته. در این حال با شروع ماه رمضان بسیاری از اماکن مقدس مسلمانان به روی عبادت کنندگان بستند، از جمله مسجد الحرام، قبله مسلمانان جهان. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. خشم پزشکان از پیشنهاد دونالد ترامپ برای تحقیق درباره تزریق مواد ضد عفونی کننده به بدن برای درمان کرونا. او این سوال را در نشستی خبری مطرح کرد. مواد ضد عفونی کننده ویروس رو یه دقیقه ای نابود میکنه. یه دقیقه. اگه بشه به داخل بدن تزریق کرد یا برای تمیز کردن، به خاطر اینکه به ششها میرسه. جالبه که این رو امتحان کنیم. باید واسه اون از پزشک ها کمک بگیریم. اما به نظر من جالب میاد. پس ببینیم چی میشه. پزشکان هشدار دادند که این پیشنهاد خطرناک است و میتواند پیامدهای مرگباری داشته باشد. یکی از خبرنگاران حاضر ترامپ را به دامن زدن به شایعات و نشر اطلاعات نادرست در کنفرانس‌های خبری متهم کرد که البته انتقادش بی پاسخ نماند. ببین، من رئیس جمهورم و تو آدم اخبار جعلی هستی. آقای ترامپ از حال نخست وزیر بریتانیا هم خبر داد و گفت حالش به طرز باور نکردنی خوب است. بوریس جانسون که پیشتر به کرونا مبتلا شده بود و 3 شب در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود، حالا حالش رو به بهبود است و احتمال می‌رود از پس فردا به سر کار برگردد. اما چالش‌ها از حالا در انتظار اوست. پاسخ به انتقادها از کمبود آزمایش کرونا، نبود امکانات کافی برای کادر درمانی و تعلل در اعمال قرنطینه. البته چالش اصلی بازگشایی تدریجی 5 اقتصاد بزرگ جهان بدون ایجاد موج دوم کرونا است، در کشوری که 5 میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را داشته. اتحادیه اروپا که بریتانیا در حال جدایی از آن است، دیشب به توافقی تاریخی رسید. تزریق حدود 540 میلیارد یورو کمک اضطراری به اقتصاد کشورهای آسیب دیده این اتحادیه. ایتالیا که شاهد بدترین اپیدمی در اروپا بوده، از این اقدام اتحادیه اروپا ابراز خوشحالی کرد. در شمال اروپا، در سوئد، کرونا باعث تعطیلی کسب و کارها نشد. توصیه دولت حفظ فاصله گذاری اجتماعی است. تصمیمی جنجال برانگیز بر پایه اعتماد متقابل مردم و مسئولین به رعایت دستورهای پزشکی. اما تعداد تلفات کرونا در سوئد 10 برابر همسایگانش است. کشور دیگری که قرنطینه اعمال نکرده کره جنوبی است. در این کشور آسیایی کووید 19 برای اولین بار طی 1 ماه جان کسی را نگرفته و تنها 6 مورد ابتلا گزارش شده. کره جنوبی از کشورهای موفق در مهار ویروس بوده که موفقیتش را به تشخیص زود هنگام و انجام آزمایش در ابعاد وسیع نسبت می‌دهند. با شروع ماه رمضان، برخلاف سالهای پیش، مساجد در بسیاری از کشورها تعطیلند و مراسم عبادی حالا جمعی برگزار نمی شوند. اینجا بیت المقدس در ماه رمضان سال پیش است. حالا امسال این طور خالی شده. مسجد الاقصی هم امسال درهایش به روی مسلمانان بسته خواهد بود. برای اولین بار طی 1400 سال درهای مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه به روی مسلمانان بسته خواهند بود. پرهام قبادی، بی بی سی. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، از عددها در آمریکا بگو. دقایق پیش از مرز 50,000 نفر که پس از ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن گذشتیم و تعداد مبتلایان هم به نزدیک 900,000 نفر رسیده. در نتیجه یکی از به اصطلاح نگرانی های مقام های آمریکایی، مخصوصا مقام های ایالتی، این است که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، اون 60,000 که گفته بودن شاید حد اکثر تعداد کسانی باشه که بر اساس یکی از مدل‌های خوشبینانه‌تر البته که جان خودشون رو در نهایت 60,000 نفر در کل از دست بدن، یه مقداری بیش از حد خوشبینانه بوده و ممکن است از اون فراتر بریم. ولی به هر حال 50,000 نفر رو همین چند دقیقه پیش ازش گذشتیم و خب سوال اساسی برای هم دولت فدرال و مخصوصا دولت‌های ایالتی این است که کی میشه به سمت بازگشایی کسب و کارها و اقتصاد رفت. بعضی ایالت‌های جنوبی، مخصوصا ایالت جورجیا،
از امروز بعضی از کسب و کارها رو باز کردن، حتی اون هم مورد انتقاد آقای ترامپ قرار گرفته، با اینکه او خودش خیلی راغب هست که سریعتر اقتصاد به حالت عادی بازگرده، ولی گفته است که اون کاری که ایالت جورجیا داره انجام میده شاید زودتر از موعد باشه و پیامدهایی داشته باشه. ایالت‌های دیگه هنوز منتظرن ببینن که چقدر تعداد مبتلایان کاهش پیدا میکنه تا اینکه تصمیم بگیرن کی به حالت عادی آرام آرام باز کردن. بهمن، وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو ایران، چین و روسیه رو مثلث دروغگویی و پخش اطلاعات غلط درباره کووید 19 متهم کرده و نامیده. آقای پومپئو حرفش این است که اینها آماری که این سه کشور میدن با واقعیت‌هایی که در اون کشورها داره میگذره متفاوته، مخصوصا حساسیت بیشتره به خاطر اینکه آمریکا فعلا به خاطر اینکه آمار دقیق رو منتشر میکنن در صدر هست، گویا که یک مسابقه نیست، ولی به هر حال به نظر میاد از اینکه آمریکا رسما بیشتر از کشورهای دیگه هم مبتلا داره، هم کسانی که جان خودشون رو از دست دادن، به همین جهت واکنش رو شاید معطوف به این باشه که این اعداد ارقامی که مثلا چین و ایران و حتی روسیه میدن هیچ ربطی به واقعیت‌های اون کشورها نداره و مخصوصا بعضی از تئوری‌های توطئه‌ای که منتشر میشه در اون کشورها مخصوصا از سوی چینی‌ها که این ویروسی بوده که در یک آزمایشگاهی در آمریکا درست شده و اینها هم او رو خشمگین کرده بود که گفته است که اینها کشورهایی هستن که مثلث دروغن و واقعیت رو نمیگن. به همین جهت این دعوای تبلیغاتی و کلامی در چند هفته گذشته بوده، آقای پومپئو یه مقداری به شدت داد با این مصاحبه‌ای که دیروز کرد. سپاسگزارم بهمن کلباتی، خبرنگار ما که از نیویورک با ما صحبت میکرد. پیشتر به شما گفتم که باز میگردیم به خبرهای مرتبط با کرونا در ایران. به شما گفتیم که گفته شده که احتمال شیوع دوباره ویروس کرونا در ایران وجود داره. برخی از عددهایی که دولت اعلام میکنه بار دیگر بالا رفته. در آستانه ماه رمضان گفتن ممکن است که سینماها رو هم باز بکنن. اجازه بدید که با جلال ایجادی صحبت بکنیم، استاد جامعه شناسی دانشگاه که از پاریس با ما هستن. آقای ایجادی، دولت ایران و حکومت در ایران مرتبا از مردم میخواد که رعایت بکنن فاصله گذاری اجتماعی رو. دولت ایران رو اگر فراموش بکنیم، اینجا در بریتانیا جایی که شما هستین در فرانسه، این دولت هست که بسیار سختگیری میکنه در مورد رعایت فاصله گذاری اجتماعی. ما میدونیم که برخی حتی هزاران یورو و پوند ممکنه جریمه بشن اگر رعایت نکنن. تا چه اندازه میشه این توقع رو از مردم صرفا داشت که اونها برن دنبال فاصله گذاری اجتماعی به جای اعمال این سیاست؟ بله، ببینید، به طور عموم دولت وظیفه‌اش حفاظت از جامعه و مردم هست، به خصوص در زمانی که یک بیماری و یه به هر حال همگانی وجود داره به عنوان کرونا، و بنابراین اقدام‌هایی که یک دولت در نظر می‌گیره هم باید در جنبه اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی رو در نظر داشته باشه. و ما می‌دونیم به عنوان نمونه، شما اشاره کردید به شرایط فرانسه. در شرایط فرانسه کسانی که در واقع بخوان بدون به اصطلاح دلیل بیرون بروند حدود 1400 یورو اینها چه بسا جریمه بشن. به این خاطر هستش که سعی میکنه دولت که تمام به اصطلاح رفت آمدهای اجتماعی رو محدود بکنه و به حداقل نیازها فقط اون رو مشروط بکنه. به این خاطر هستش که یک مسئله مهم است اینی که برای این چنین اپیدمی واکسن و دارو وجود نداره و تنها راه درستش در لحظه کنونی در واقع احتیاط و فاصله گیری های اجتماعی هستش. و به این خاطر اگر کسانی که یا مسئولیت رو دارن، اگر چنانچه این مسئولیت نداشته باشن، پس بنابراین دولت هستش که باید مداخله بکنه که در این زمینه. آقای اجازه بدید همینجا این سوال رو هم مطرح بکنم. صحبت از دولت کردیم، مثال مترو تهران رو میذارم. تصاویر منتشر شده بود که نشون میداد صندلی ها جایگاه هایی که مینشینن رو یکی در میان علامت گذاری کردن که مردم نشینن، اما مردم رفته بودن نشسته بودن. این رفتار جامعه رو شما چطور تحلیل میکنید؟ خب ببینید، این رفتار برمیگرده از یک طرف به تربیت مردم و به اصطلاح حس شهروندی که باید داشته باشن، و از سوی دیگه باید توجه بکنیم که آیا این نتیجه یک سلسله شرایط اقتصادی و حاد اجتماعی هستش که عملا مردم رو به داخل مترو میکشونن، و از سوی دیگه ما باید دقت داشته باشیم اگر چنین وضعی اتفاق میفته، پس خود عواب به اصطلاح ماموران دولتی و یا اون به اصطلاح سیستم های آمد و شد، اونها میتونن مداخله بکنن.
میکنن. مسئله مرکزی این است که ما اگر چنانچه پایه‌های قبلی این بحران رو حل نکنیم، عملا مردم هجوم میارن به نقاطی که تردد رو بالا میبره و این تمرکز و تراکم جمعیت یکی از عوامل منفی برای گسترش هرچه بیشتر این کرونا خواهد بود. جلیل ایجادی، استاد جامعه شناسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. متشکرم. به نیمه راه رسیدیم، نگاهی دوباره به سرخط چند خبر از بی بی سی در لندن. معاون کل وزیر بهداشت ایران از بالا رفتن تعداد موارد جدید ابتلا به کرونا در تهران خبر داده. پزشکان میگویند سوال دونالد ترامپ درباره موثر بودن تزریق مواد ضد عفونی کننده با بدن برای مقابله با کرونا غیر مسئولانه و خطرناک است. در ادامه این برنامه، درک صحیح از 2 متر برای رعایت فاصله اجتماعی. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرده که تعداد مبتلایان به کرونا به 1330 نفر رسیده. شمار موارد جدید ابتلا در 24 ساعت اخیر 95 مورد اعلام شده. از زمان آغاز انتشار آمارهای رسمی شیوع کرونا در افغانستان، این بالاترین تعداد موارد جدید ابتلا در یک روز است. اجازه بدید که با نظام الدین جلیل صحبت بکنیم، رئیس عمومی شفاخانه‌های پایتخت در وزارت صحت عامه در افغانستان. سلام بر شما. سوال نخست من از شما این است که آیا به نظر شما، شما که نگاه میکنید شفاخانه ها رو در افغانستان، به نظرتون کاری که به اندازه کافی شما تجهیزات دارید؟ تشکر. همزمان با شیوع مرض ویروس کرونا یا کووید 19، وزارت صحت عامه تلاش های خود آغاز کرد در بخش های مختلف. یک بخشی از این تلاش ها اطمینان از عرضه خدمات بود برای مریضان مشکوک و اونایی که مثبت هستند و اون مریضایی که نیاز به مراقبت به اندازه کافی تجهیزات داریم آقای دکتر یا نه؟ بله، ما یک شفاخانه در کابل، یک شفاخانه دیگه هم به خاطر او خانمایی که خانمای حامله می باشن و اونایی که مشکوک می باشن نیاز به خدمات جراحی می داشته باشن، در کابل آماده خدمت است. و این شکل در شفاخانه های اوزوی و ولایتی با در نظر داشت واقعات مشکوک و مثبت، خدمات نرمال ادامه داره. و وزارت صحت عامه روز گذشته هم یک محموله کمک از کشور چین دریافت کرد که دو هم یک مقدار سامان و وسایل مربوط به آقای دکتر ببخشید چون صداتون هم بسیار با کیفیت بد میاد، تصور میکنم که دستتون رو روبروی میکروفون گذاشتید. سوالی که از شما داشتم اینه که تعداد کیت های تست و آزمایش به اندازه کافی هست. دلیلی که این سوال رو میپرسم، آمار بسیار پایین مبتلایان در افغانستان هست. میخواستم پرسجو بکنم آیا این از آنجایی میآید که شما تست کیت های به اندازه کافی ندارید برای آزمایش، یا تعداد واقعا کمن؟ خب بر یک چند روز محدود اما آرنه اکستراکشن کیت یک مقدار کم شده بود و او سبب شد که یک مقدار ماینات، سطح ظرفیت ماینات پایین بیاید. اما خوشبختانه او کیتا را ما دوباره به دست آوردیم بر تمام ولایات ما که او بخش خدمات لابراتواری فعال است، او تستا فعال شد. و امروز که ما همی ارقام اعلان کردیم، تنها از در حدود بیش از 320 نمونه مشکوک مورد معاینه قرار گرفت، به این معنا که کمبود کیتای تشخیصی حل شده. و یعنی انتظار دارید که در روزهای آینده این شمار بیشتر بشه؟ ما تصوری که داریم و یک تحلیل و تجزیه که داشتیم، ارقام ما فیصدی افزایش ارقام نشان میده که نسبت به هفته های گذشته ما در یک سیر طولانی قرار خواهد داشتیم و واقعات ما رو به افزایش خواهد بود. سپاسگزارم. سپاسگزارم دکتر نظام الدین جلیل، رئیس عمومی شفاخانه های پایتخت در وزارت صحت جمهوری اسلامی افغانستان.
در خبر دیگر از این کشور افغانستان، طالبان پیشنهاد آتش‌بس رئیس جمهوری افغانستان را رد کرده. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتی گفته تنها عملی شدن توافق آمریکا و طالبان است که می‌تواند به صلح و آتش‌بس بیانجامد. این توافق حدود دو ماه پیش در قطر امضا شد و بر اساس یکی از شرایط آن کابل و طالبان باید زندانیان طرف مقابل را آزاد کنند. در همین حال امروز در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان 13 نیروی طرفدار دولت در حمله طالبان کشته شدند. روین رهنوش از کابل با ماست. رهنوش ببخشید. روین وقتت بخیر. سوال نخستم از تو این هستش که تأثیر آنچه که امروز دیدیم واکنش طالبان تا این لحظه چه بوده، واکنش ها چه هست؟ روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در پیامی که به مناسبت ماه رمضان داشت گفت که با در نظر داشت شیوع ویروس کرونا در سراسر افغانستان و همینطور با حرمت گذاشتن به ماه رمضان، گروه طالبان باید دست از جنگ بردارن و بیان با زندگی عادی برگردن. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر خاموش ننشست، پاسخ آقای غنی را داد. در ادامه توییت آقای شاهین گفته شده که در شرایطی که هزاران زندانی طالبان در معرض خطر کرونا قرار دارند و همینطور جلوی روند صلح و توافقنامه آمریکا و طالبان به گفته او گرفته میشه، آتش‌بس غیر معقول هست. امروز اما شورای امنیت ملی افغانستان گفت که 58 زندانی طالبان روز گذشته هم آزاد شده که تعداد آزاد شده های طالبان با 550 نفر رسیده و در ادامه این روند 950 نفر دیگر هم آزاد میشن. به گفته شورای امنیت ملی تا به حال در 18 ولایت افغانستان زندانیان طالبان از زندان آزاد شدن. به اساس توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان امضا شد باید 5000 زندانی این گروه از زندان‌های دولت آزاد شود، اما تا به حال محمد اشرف غنی تنها فرمان رهایی 1500 نفر را صادر کرده. سپاسگزارم روین رهنوش، خبرنگار ما که از کابل با ما صحبت کرد. امروز در بسیاری از کشورهای مسلمان اولین روز ماه رمضان است، زمانی برای ملاقات اقوام، دوستان و مؤمنان دیگر در مساجد. اما امسال با سالهای گذشته متفاوت است. بیشتر کشورها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسجدها را تعطیل کردند، اما در پاکستان دولت اجازه داده که مسجدها باز شوند. سحر بلوچ خبرنگار بی بی سی از پاکستان و این گزارش. نمازگزاران در آستانه ماه رمضان به این مسجد در پایتخت پاکستان آمدند. از هم فاصله دارند، اما آیا باید اینجا باشند؟ برای بسیاری نماز خواندن در خانه با مسجد فرق دارد. جماعت می شریک هونے کی کیونکہ یہ امت جو ہے اپ دیکھیں نا یہ جماعت اور اجتماعیت نماز جماعت از اصول این امته. نماز خوندن در خونه ما را از این موهبت محروم میکنه و باعث ضعف ما میشه. بڑی کمزوری کا سامنے آ جاتا ہے. اگر وہ آباد ہیں، تھانے آباد ہیں، فوج کی بیرکیں آباد ہیں، منڈیاں آباد ہیں، بینک. اگه پاسگاه‌های پلیس، پادگان‌های ارتش، بازارها و بانک‌ها بازن، چرا فقط مسجدها باید بسته باشن؟ باید فکرمون رو باز کنیم و در این باره سختگیری نکنیم. دولت پیام مشخصی در مورد قرنطینه ندارد و مردم بسیاری از مناطق کشور آن را رعایت نمی‌کنند. وضعیت این منطقه در حاشیه اسلام‌آباد نشان از بی‌برنامگی دولت دارد. این منطقه قرار بود که به خاطر شیوع اولین موارد کرونا قرنطینه شود، اما حالا همه در خیابانند. سه منطقه جدید دیگه در پایتخت به عنوان مناطق آلوده شناخته شدند، اما نخست وزیر هنوز قرنطینه کامل اعلام نکرده. دولت برای برقراری تعادل بین آزادی مذهبی، حفاظت از اقتصاد و ایمنی مردم دچار مشکله. بسیاری نگرانند که گرد همایی های مذهبی در ماه رمضان باعث گسترش بیشتر کرونا بشه. بیشتر مسجدها دستورالعمل دولت برای فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند، اما امام جماعت این مسجد و پیروانش این قوانین را رعایت نمی کنند. از زمان شروع کرونا در پاکستان هر هفته نماز جمعه برگزار کردیم. برای مردم خطبه میخونیم و بعد از نماز همه با هم ملاقات میکنن و با هم دست میدن. ما به خدا ایمان داریم و معتقدیم که مرگ یک هدیه است. اگه این هدیه از جانب خدا باشه ما باهاش مشکلی نداریم.
متخصصان میگویند گسترش کرونا به خاطر ماه رمضان سیستم درمانی پاکستان را با مشکل جدی روبرو میکند. اما عمران خان نخست وزیر میگوید دولتش صبر میکند تا ببیند آیا در این ماه شیوع کرونا بیشتر میشود یا نه. بسیاری نگرانند که تا آن زمان دیگر دیر شده باشد. سحر بلوچ، بی بی سی نیوز، اسلام آباد. فاصله گذاری اجتماعی از آن عبارت هایی است که این روزها بسیار میشنویم، اما این یعنی چه و این فاصله چقدر است؟ سه کوالا، یک مایکل جوردن و نصف فولکس واگن گروه معروف موسیقی بیتل فاصله است که شما باید در دوران شیوع کرونا از دیگران رعایت کنید. اما تشخیص این فاصله دو متری برای بعضی ها مشکل است. گزارشی ببینید در مورد راه‌های دیگری که به کمک آنها می توانند این فاصله را برآورد کنید. یوسین بولت می خواهد به شما یادآوری کند که دو متر چقدر است. می دانیم که یوسین از 2008 به این فاصله ها عادت داشته. اما دو متر چقدر است؟ نصف طول یک فولکس واگن بیتل. 20 پروانه شهریار که کنار هم نشسته باشند. حدوداً به اندازه قد مایکل جوردن. اگه او اینجا نبود می توانید از یک زیرانداز یوگا کمک بگیرید. یا از 10 بلال و یا 50 تخم مرغ متوسط. در استرالیا از 3 کوالا و یا 1 کانگورو می توان کمک گرفت. در آرژانتین از 2 کاپیبارا. اگر هیچ کدام از اینها نبود، از این مرد کانادایی ایده بگیرید. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. میخواستم این خبر خوش رو هم به شما بدم که از طریق وبسایت تازه ما میتوانید خبرها رو آسانتر از طریق موبایل خودتون بخوانید و ببینید و بشنوید. به bbcpersian.com بروید، خصوصا اگر در ایران هستید و از طریق فیلتر شکن به خبرهای ما دسترسی دارید. امکان ساده تری برقرار شده برای دسترسی به وبسایت ما bbcpersian.com. در صفحه وبسایت ما صفحه ویژه کرونا رو هم راه اندازی کردیم برای دسترسی به آخرین اطلاعات مرتبط با شیوع گسترده ویروس کرونا و راه‌های مقابله و تازه‌ترین خبرهای مرتبط با احتمال پیشگیری و شاید به زودی درمانان. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شنوندگان و تماشاگران گرامی، ممنون از همراهی شما.